سر خط خبرها. واکنش نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به ترورهای اخیر. خلیل‌زاد میگوید قتل‌های هدفمند روند صلح را تهدید می‌کند. In questo momento storico segnato dalla crisi ecologica. سایه سنگین کرونا بر مراسم کریسمس، همه‌گیری کلیساها را کم رونق کرد و مردم را خانه نشین. اولین گام‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا برای اجرای توافق برگزیت. سفرهای کشورهای اروپایی جزئیات را بررسی می‌کنند. و کشف شکلات 120 ساله در وسایل شاعر نامدار استرالیایی. سلام به شما، عصرتون بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. من پریزاد نوبخت هستم. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید که ترورها و قتل‌های هدفمند روند صلح را تهدید می‌کند و باید متوقف شود. زلمه خلیل‌زاد در یک رشته توییت با اشاره به قتل‌های روزهای اخیر گفته کسانی که پشت این حملات تروریستی هستند باید حساب پس بدهند. او تاکید کرده که مردم افغانستان خواهان صلح هستند و آتش بس و توافق سیاسی از نیازهای فوری برای تامین صلحند. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. اجاب کردن همت می‌خواهد، شجاعت می‌خواهد، غیرت می‌خواهد. فرشته کوهستانی شب گذشته ترور شد. تازه‌ترین مورد از ترورهایی که هدفمند خوانده می‌شود. خانم کوهستانی فعال مدنی بود. در یکی دو ماه گذشته اهداف ترورها تقریبا تغییر کرده و دامنه آن فراختر شده. فعال مدنی، خبرنگار، دکتر و ناظر انتخابات افرادی بودند که در این مدت ترور و کشته شدند. این هم واکنش زلمه خلیل‌زاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، که گفته قتل‌ها و ترورهای هدفمند باید متوقف شود. این کار روند صلح را تهدید می‌کند. آتش بس و توافق سیاسی نیازهای فوری اند. من از جوانب مذاکره کننده می‌خواهم که تلاش‌هایشان را دو برابر سازند. ما آماده کمک هستیم. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، گفته که بمب‌گذاری‌ها و ترور فعالین جامعه مدنی بخشی از کمپین ترور طالبان است که به استراتژی مذاکره آنها ربط دارد. به گفته آقای صالح، طالبان می‌خواهند اراده سیاسی مردم افغانستان را از بین ببرند. طالبان اما می‌گویند این حملات کار حکومت است تا توجه جامعه جهانی را جلب کند، منتقدین خود را از بین ببرد و علیه طالبان تبلیغ کند. فارغ از این که عامل این ترورها کدام طرف یا طرفها باشد، نگرانی‌ها بین مردم از جمله فعالین جامعه مدنی و خبرنگاران بیشتر شده. زباور لرم چې د دې یو برخه هم د کابل ښار د امنیت تامین لپاره کفایت کوي. گلبدین حکمتیار از رهبران جهادی پیشنهاد کرده که شهر کابل به 30 منطقه امنیتی تقسیم شود. خپل ولست خپل امنیت تامین کړي. مردم خود امنیتشان را تامین کنند. باشندگان هر حوزه در کابل میتوانند امنیتشان را تامین کنند. بیایید بعد از امروز این شعار را عملی کنیم که امنیت خیش را خود ما تامین میکنیم. خپل امنیت په خپل ساتو. سلام علیکم، ستړي مسی سهار بخیر. در افغانستان نگرانی ها بیشتر شده. در قطر اما جایی که هیئت های دو سوی جنگ مذاکره میکنند آنجا را ترک کردند. وقفه 3 هفته ای. هیئت دولت به کابل برگشته و هیئت طالبان به دعوت مقام های پاکستانی به این کشور رفتند. اعضای هیئت طالبان از جمله ملا برادر، فرد شماره 2 طالبان، ضمن ملاقات با مقام‌های پاکستان با شماری از طالبان حاضر در پاکستان نیز دیدار کردند. وزیر خارجه آمریکا چرادی وزارت امور خارجه افغانستان واکنش نشان داده و گفته که انتشار ویدیوی این دیدارها از حضور همه رهبران طالبان در پاکستان پرده برمی‌دارد. طالبان اما گفتند که آقای برادر از مهاجرین و آسیب دیده ها دلجویی کرده. از دید حکومت اما آنها جنگجویانی هستند که در جنگ افغانستان زخمی شده و در پاکستان مداوا می شوند. علی حسینی، بی بی سی، کابل.
ملک ستیز تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان از کوپنهاگ دانمارک با ماست. آقای ستیز خوش اومدید به برنامه. میدونیم که تا الان کسی مسئولیت این حملات رو رسما نپذیرفته، ولی با توجه به صحبت‌هایی که آقای خلیل‌زاد امروز کرده، آیا میشه در واقع این برداشت رو کرد که طالبان پشت این حملات هست؟ ما فکر میکنم که دقیقاً طالبان در پشت این برنامه هاست، چون روش کار کاملاً شباهت به روش طالبان داره. یا میشه چنین گفت طالبانیزم این کارها را، این برنامه های خطرناک را راه اندازی میکنه. خب اگر اینقدر اطمینان هست که طالبان پشت این حملات، چرا مسئولیتش رو نمیپذیره؟ خب ببینین، اینا چهرهایی را نشانه میگیرند که افراد خوشنامی هستند، افراد محبوبی هستند در میان شهروندان. و اگر شما در این دو دهه اخیر دو دستاورد بسیار مهمی را که برشمارین، یکی رسانه هاست و یکی هم حضور تقریبا موافق جامعه مدنی در افغانستان، وقتی این دو عنصر مورد هجوم قرار میگیره، مهاجمین از هر قماشی که باشند مورد نقد مردمی قرار میگیرن. از این سبب است که اینا تلاش میکنن که مسئولیت این قتل‌ها را نگیرن. اما یک چیزی که واقعیت است این است که اگر طالبان فکر میکنن که با قتل این گروه از منتقدین دولت چنین کاری را انجام میتن، در واقع مفهوم و منطقی که در پی این قتل‌ها نهفته است قابل فهم نیست، چرا که طالبان افرادی را به قتل میرسانند که این افراد منتقدین اصلی دولتی هستند که طالبان علیه آنها می جنگد. بنابراین مفهوم و منطقی در قبال این مسئله با وضاحت دیده نمی شود. مردم افغانستان وقتی به شبکه‌های اجتماعی اینها آدم نگاه میکنه، منتقد این هستند که حکومت و جامعه بین المللی فقط این ترورها رو محکوم میکنن ولی اقدام عملی انجام نمیدن برای اینکه جلوگیری بکنن از اون. چرا اینطوره؟ خب مردم حق به جانب هستند، به خاطر اینکه این گروه بسیار آسیب پذیر که در جاده ها، در خیابان ها و در شهرها به صورت عادی زندگی میکنند، نماینگر از مردم عادیش افغانستان هستند و معنایشی است که دولت نمیتونه امنیت بیچاره ترین، محکوم ترین و بی دست و پا ترین قشر جامعه را تامین بکنه. بنان نقدی که رسانه ها مطرح می کنند، رسانه های اجتماعی، تحلیلگران، پژوهشگران، از نهادهای دولتی و از نهادهای بین المللی محافظ صلح در افغانستان، نقد کاملا مشروع و دقیق است. و فکر می کنید که نهایتا این ترورها چقدر تاثیر بگذاره، حالا با توجه به اینکه شما هم میگین که کار طالبان و مسئولیتش رو نمیپذیره، چقدر تاثیر بذاره بر روند مذاکرات صلح که الان در حال انجامه؟ خب این حرف کاملا روشنی است که همچون برنامه ها روند صلح را صدمه می رسانند. مردم اعتمادشان را نسبت به این برنامه های صلح از دست می دن. خوشبینیشان نسبت به آینده و صلح به شدت آسیب پذیر می شه. مردم به این می اندیشن که خب آینده افغانستان اگر به دست این طالبان باشد که دست به ترور می زنند و ادعای حاکمیت می کنند و سوی دیگر این حکومت باشد که با طالبان هم نوایی بکند، بنابراین سرنوشت خوب در انتظار مردم افغانستان نخواهد بود. اینها همه اثر میگذارند هم بر اجندای صلح، هم بر مذاکرات صلح. بنابراین هر آن که همچون برنامه های راه اندازی میکنم، هم به خود صدمه میرسانه، هم بر روند صلح صدمه میرسانه و هم به دولتی که خودش مدعی است که برای رسیدن به اون هدف برنامه ریزی میکنه. بنابراین از هر نگاه این ترورها به ویژه به شهروندان عادی، نهادهای مدنی، پژوهشگران، تحلیلگران، افراد بیچاره و غیر نظامی به شدت غیر قابل توجیه هست در افغانستان. متشکرم از شما ملک ستیز، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان از کوپنهاگ دانمارک با ما.
نگاه کنیم به دو خبر کوتاه. وزارت صحت عامه افغانستان از کمبود اکسیژن و دستگاه‌های تنفس مصنوعی برای درمان بیماران مبتلا به کرونا خبر داده و از کشورهای دیگر کمک خواسته. دیروز احمد جواد عثمانی وزیر صحت با نمایندگان سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی دیدار کرد. آنها درباره چگونگی تامین دستگاه‌های تنفس مصنوعی گفتگو کردند. حدود 2 ماه از آغاز موج دوم ویروس کرونا در افغانستان می‌گذرد. مؤسسه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید دیشب در حمله هوایی که احتمالاً کار اسرائیل بوده، دست کم 6 نفر از نیروهای مرتبط با ایران در شهر مصایف در شمال غربی سوریه کشته شدند. به گزارش این نهاد مستقر در لندن، هنوز مشخص نیست که کشته شدگان ایرانی هستند یا از شبه نظامیان وابسته به ایران. اسرائیل درباره این حمله چیزی نگفته، ولی در سالهای اخیر بارها مواضع مرتبط با سپاه پاسداران و متحدانش در سوریه را بمباران کرده. سایه بحران کرونا امسال همه جا بر جشن کریسمس و مراسم دعا و نیایش سنگینی می‌کند. از استرالیا تا خاورمیانه و آمریکا این جشن سنتی به شکل‌های گوناگون برگزار شد، ولی محدود و متفاوت از همیشه. اکثر مسیحیان جهان و آنهایی که کریسمس را گرامی می‌دارند امسال در خانه‌هایشان ماندند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. وقت برای خواندن همه نامه ها نیست، اما برای ساکنان تکریت در عراق وقت هست که پیام های کریسمس خود را برای هموطنان مسیحیشان آن سوتر در شمال عراق بنویسند تا از طریق این داوطلبان به دست آنها برسد. بیشک پیام های دلگرم کننده برای یک اقلیت مذهبی در عراق که مستحق دلگرمی است، و از این گفته برمی آید که دلگرم هم شده اند. در این روزهای مقدس که باید سرشار از خوشحالی و صلح باشد، آرزوی ما امنیت و ثبات در عراق است. باشد تا خداوند مردم عراق را از شمال تا جنوب در پناه خودش محافظت کند. لحظات امیدبخش برای اقلیت مسیحی در عراق و همینطور اقلیت مسیحی اینجا در مصر که کریسمس سنتی خود را به پا کردند، تا مسیحیان در اردن و دیگر نقاط خاورمیانه که جمعشان به خاطر مقررات کرونایی از همیشه کوچکتر بود. اما آنجا که به کریسمس در خاورمیانه میرسد، هیچ جا مثل بیت اللحن مؤمن را به مسیح نزدیک نمی کند. کرونا در اینجا هم شور و حال سالهای گذشته را ربود، ولی او که باید دعاهای این جمعیت را بشنود حتما شنیده است. در واتیکان هم دعاها ارسال و دریافت شدند، ولی با فاصله گذاری اجتماعی. نطق سالانه پاپ، رهبر کاتولیکای جهان، ترغیب به ریاضت نبود، ولی تشویق به تهذیب نفس. چرا؟ هر چقدر که ما برای تفریح و موفقیت و پاداش زمینی در تکاپو باشیم، اما در زندگی های خود آبی می نوشیم که سیراب نمی کند و یک خلأ عمیق در دل ما باقی می گذارد. هرچند پیام پاپ پرهیز از تجمل بود، ولی مغازه‌های تعطیل در ایتالیا چه پاپ بخواهد چه نخواهد نشان می داد این کریسمس از تجمل خبری نیست. برپای کریسمس در ایتالیا در میان قرنطینه سفت و سخت با خاطره تلخ از اوایل سال دشوار خواهد بود، ولی کریسمس زمان همدلی با آنهایی است که دچار دشواری هستند، چه از نوع اقتصادی و چه از نوع آنهایی که مثل این بیخانمانها در شهر هیوستون آمریکا سرپناه و غذای درستی ندارند. ولی استثناءً امروز را به همت این داوطلبان دلی از عزا در می آورند. ولی در نقاط شمالی تر آمریکا که کریسمس سفید پوش بود، داوطلب شدن برای کمک به بیخانمان ها دلی می خواهد به بزرگی دل خرس های قطبی. و قطع برق در این نقاط دیگر آمریکا شاید کار بابا نوئل را برای قرار دادن هدیه در جوراب های آویخته به شومینه و در زیر درخت های کریسمس دشوار کند. اما در نیم کره جنوبی معلوم است که پاپا نوئل هیچ مشکلی ندارد، مخصوصا اینجا در سواحل باندای در سیدنی که پاپا نوئل و دستیارانش نمیتوانند دل به دریا نزنند. کریسمس استرالیا هرچند از جنس دیگری است، ولی اینجا هم مثل بقیه نقاط دنیا سایه نحس خود را گسترده است. ولی در بعضی از نقاط دیگر نیمکره جنوبی و مناطق استوایی
مثل شیلی و کاستاریکا شروع واکسیناسیون اقشار آسیب پذیر جمعیت بهترین هدیه کریسمس است. کریسمسی متفاوت از کریسمس های دیگر. از پشت زندانی خود ساخته ولی به وسعت جهان که زرق و برق را فعلا باید از میان میله هایش دید. سیاوش اردلان، بی بی سی. نگاه دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. سلمان خلیل‌زاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید ترور فعالان حقوق بشر و خبرنگاران این کشور مذاکرات صلح را تهدید میکند. همه‌گیری کرونا امسال مراسم کریسمس را محدودتر و کلیساها را کم رونق‌تر کرد. در ادامه این برنامه کشف شکلات بازمانده از عهد ملکه ویکتوریا. با اعلام توافق تجارت آزاد بین بریتانیا و اتحادیه اروپا بعد از برگزیت، اولین گام‌ها برای حرکت در مسیر اجرای این توافق برداشته شد. سفرای کشورهای اتحادیه اروپا در جلسه‌ای در بروکسل در جریان جزئیات این توافق قرار گرفتند تا آن را بررسی کنند. برای تایید نهایی، پارلمان‌های دو طرف باید در روزهای آینده این توافق را تصویب کنند. محمد امینی گزارش می‌دهد. بالاخره از راه رسید. توافق برگزیت، هدیه‌ای حداقل روانی برای جامعه نگران بریتانیا و اتحادیه اروپا. امروز جلسه‌ای با حضور سفرای اتحادیه اروپا برگزار شد در روز تعطیل کریسمس. یک دلیل کمبود وقت است، چون این توافق در روز اول ژانویه یعنی 6 روز دیگر باید کاملا رسمی و اجرایی شود. مجلس بریتانیا چند روز دیگر به این توافق رسیدگی می‌کند و انتظار می‌رود که به راحتی از رأی موافق نمایندگان و حتی حزب مخالف کارگر برخوردار شود. بگذارید خیلی صریح بگویم که ما از این توافق حمایت می‌کنیم، چون عملاً گزینه بعدی عدم توافق برای خروج است، ولی به دولت می‌گویم که مسئول عواقب این توافق شما هستید. هنوز بسیاری از جزئیات این توافق مشخص نیست، چون سند آن 1500 صفحه است که صدها صفحه‌اش زمائم و پیوست هاست. ولی تا همین جای کار حداقل از نظر روانی خیال جامعه بریتانیا و اروپا راحت شد که از گزینه خروج بدون توافق پرهیز شد. واقعا لحظه بزرگی بود که خیالمان راحت شد، چون صنایع ما در سالی که گذشت آسیب زیادی دیده و توان ادامه این وضع را نداشتیم. البته باید منتظر جزئیات باشیم، ولی همین که کار به وضع تعرفه و سهمیه بندی بین ما و اتحادیه کشیده نشد جای شکرش باقی است. در مقابل بسیاری گفته و نوشتند که این توافق عملاً دستاوردهای زیادی برای بریتانیا ندارد. خیلی از چیزهایی که در حدود 40 سال گذشته برای بریتانیایی‌ها در جمع بلوک 27 کشور اتحادیه اروپا یک حق شمرده شد، حالا دیگر مثل گذشته وجود نخواهد داشت. مثلا آزادی زندگی و جابجایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یا مثلا بحث ماهیگیری، چیزی که برای بریتانیایی‌ها خیلی حیاتی معرفی می‌شد. گفته می شود که احتمالاً آن چیزی به دست نیامده که ماهیگیران بریتانیایی فکرش را می کردند یا دنبالش بودند. در حدود یک سالی که برای رسیدن به توافق دیروز گذشت، بارها ضرب الاجل ها رسید و رد شد، ولی توافق به دست نیامد و دو طرف رسماً از خروج بی توافق حرف می زدند. ولی حالا توافقی به ارزش 660 میلیارد پوند معادل 880 میلیارد دلار بین لندن و بروکسل به امضا رسیده تا بریتانیای زخمی از کرونا حداقل خیالش از هرج و مرج ناشی از خروج بی توافق از اتحادیه اروپا آسوده باشد. روزهای آینده مشخص خواهند کرد که چقدر آسوده. محمد امینی، بی بی سی. ژاپن فرصت تعیین شده برای انتصاب زنان به مناصب مدیریتی را تمدید کرد. دولت ژاپن در 20 سال گذشته نتوانست به حتی نیمی از هدفی که تعیین کرده بود برسد. قرار بود تا امسال 30% از سمت‌های مدیریتی به زنان تعلق بگیرد که این رقم فعلاً زیر 15% است. دولت ژاپن حالا برای دستیابی به سهمیه مقرر یک مهلت اضافه در دهه پیش رو تعیین کرده.
ساعت پیش گفتگویی داشتم با ناهید نیکزاد، روزنامه نگار و گوینده بخش فارسی رادیوی ژاپن. از او پرسیدم نقاط ضعف دولت ژاپن چیست که به این هدف نرسیده؟ در واقع نمیشه گفت تنها نقاط ضعف دولت ژاپن هستش. ژاپن کلا یک جامعه سنتی داره، برخلاف اونش که ما فکر میکنیم. مثلا از نظر صنعتی بسیار پیشرفته است. صنعت خودروسازی، ربات و چیزهای دیگه که شما میبینید، وقتی میاد در داخل ژاپن میبینید که بافت سنتی ژاپن خیلی قوی هستش. و علاوه بر این که خب راهکارهای دولت هم تا حالا درست نبوده، این بافت سنتی هم در واقع مانعی هستش برای اینکه زنها بتونن بیشتر در جامعه خودشون رو نشون بدن. از نظر قانون اساسی نقش زن و مرد، در واقع حقوق زن و مرد برابر هستش در ژاپن، ولی وقتی که شما میبینید از نظر رتبه بندی جهانی ژاپن در رده 110 قرار داره که واقعا خب حقوق زنان به نسبت مردا اینجا پایین هست. از نظر کاری هم که شما در نظر بیارید، خیلی از زنهای ژاپنی کار میکنن. در واقع 43% از نیروی کار رو در ژاپن زنان تشکیل میدن. اما وقتی صحبت به مدیریت میرسه میبینید که از این 43% تنها 3.7% در سال 2017 مدیریت، یعنی نقش مدیریتی در کارها بر عهده داشتن. اون قسمت 43% شبیه کشورهای دیگه است، مثل آمریکا یا کشورهای صنعتی دیگه، ولی از نظر مدیریت نقش زنان در ژاپن بسیار پایین هستش. خانم نیسا، اشاره کردید که یکی از مسائل مسئله سنت در ژاپن. برای بینندگان ما که اغلبشون در ایران و افغانستان هستن، یا خود ما که نبودیم ژاپن، نبودیم، ندیدیم، یه خود برامون توضیح بده یه ذره ملموس‌تر که چیه مشکل، چه اتفاقی در بطن جامعه هست که شما روزمره می‌بینید و باهاش در تماسید؟ خب یکی از مسائل این هستش که در واقع ژاپن یک کشور مرد سالار هستش. به نوعی مرد سالاری در اینجا زیاد هستش. مثلا اگه کسی فرزند پسر و دختر داشته باشه، مثلا خونه به طور اتوماتیک و خودکار به فرزند پسر، فرزند ارشد پسر میرسه و دختر سهمی از اون نمیبره. یا در زمینه‌های مختلف دیگه، وقتی که من به ژاپن اومدم، مثلا حدوداً 22 سال پیش وقتی به ژاپن اومدم، خیلی عادی بود که اگه یک زن و یک مرد با درجه سواد یکسان و مثلا فارغ التحصیلی از دانشگاه در یک لول در شرکتی قبول میشدن، خیلی عادی بود که خانم قرار بوده مثلا برای آقا باید چای میآورد. آوردن چای، همچی چیزی که برای من که حتی از ایران اومده بودم اینجا، برای من این موضوع خیلی عجیب بود که چرا مثلا باید خانم برای آقا چای ببره. خب البته الان این مسائل خیلی بهتر شده. و یه مسئله دیگه این هستش که زنان باری که بر دوششون هستش در خانواده بسیار زیاد هستش، بار زنان. یعنی خانم‌ها هم مدیریت خرج و دخل خونه رو دارن، همین که باید از بچه‌ها نگهداری بکنن و تمام کاراشون برای تحصیل بچه‌ها. و همونطور که می‌دونید ژاپن کشوری هستش، خب کار حرف اول رو تو این کشور می‌زنه. خیلی از مردهای ژاپنی برای کار به مناطق دیگه میرن که در ژاپنی به اون میگن تانشین فونین، یعنی بدون خانواده‌شون میرن. خانواده رو میذارن، زن خانواده مسئولی که هم بچه‌ها رو بزرگ کنه، هم به کارهای خونه برسه، و مرد خانواده کلاً یه جای دیگه زندگی می‌کنه، جایی که محل کارش هستش. و این موضوع ممکنه چند سال ادامه پیدا کنه. و خب طبیعتاً این یک فشار خیلی زیادی بر روی خانم خانه هستش. و حالا این قسمت که شما انتظار داشته باشید که اون خانم بیرونم کار کنه و با فشاری که در محیط‌های کاری ژاپن هست، واقعاً یه مسئله خیلی سختی هستش. بین خود ژاپنی‌ها حتی یه چیزی هست که میگن مثلا بچه پدرش رو نمی‌شناسه. وقتی مثلا پدرش میاد خونه میگه عمو اومده. یه همچین حالتی هم وجود داره در ژاپن. البته میگم خب الان به تدریج این مسائل یک کم خیلی کم کم داره بهتر میشه، ولی هنوز تا رسیدن به اون چیزی که ایدئال اینجا هست خیلی فرق میکنه و خیلی فاصله زیادی داره. هنگام کریسمس و جشنهای سال نو در خیلی از کشورها شکلات هدیه دادن و گرفتن رایج میشه. کتابخانه ملی استرالیا که به تازگی اموال بانجو پترسن، شاعر نامدار استرالیایی رو خریده، در بین اموال او یه بسته شکلات هم پیدا کرده. شکلاتی که مربوط به دوران ملکه ویکتوریای بریتانیا است و قدمتی 120 ساله داره. یکی از مورخان کتابخانه ملی استرالیا به بی بی سی گفت که احتمالاً این شکلات یکی از بهترین شکلات‌هایی است که با چنین قدمتی در دنیا نگهداری شده. فکرش رو بکنید، واقعا باور نکردنیه. یه جعبه شکلات از یک طرف دنیا به طرف دیگه فرستاده بشه و ما بعد از 120 سال پیداش کنیم. و
خود شکلات عالی مونده. من که شکلات با چنین قدمتی در چنین شرایطی خیلی کم دیدم. ساخت شرکت کدبریه و هنوز میتونید مارک کدبری رو روی تکه های شکلات ببینید. اولش دور شکلات یه ورقه بوده که به مرور زمان از بین رفته، ولی خود شکلات در شرایط فوق‌العاده‌ایه. مردم بانجو پترسون رو برای اشعارش میشناسن، با آثاری مثل مردی از رودخانه برفی و ماتیلدا رقصنده والس که واقعا سرود ملی دوم استرالیا است. چهرش روی 10 دلاری استرالیا هم هست، یعنی اونقدر معروفه. ولی چیزی که کمتر میدونن اینه که در حین جنگ بوئرها در آفریقای جنوبی اون یک گزارشگر جنگ بوده و در حالی که جنگ ادامه داشت، ملکه ویکتوریای بریتانیا تصمیم میگیره به مناسبت سال 1900 و روحیه دادن به قوا شکلات هدیه بده. در نهایت شرکت کدبری به فرمان ملکه تندود و شکلات ها رو ساخت. ملکه ویکتوریا هم تأمین هزینه تولید جعبه های فلزی شکلات ها رو به عهده گرفت که خیلی هم زیبا هستند. احتمالاً بانجو پترسون این رو خریده یا با چیزی عوض کرده، ولی قطعاً براش ارزش زیادی داشته چون نگهشون داشته و شکلات ها رو هم نخورده. هدفمون اینه که ما هم بتونیم 100 یا 120 سال دیگه نگهشون داریم. ولی تصویرهای دیجیتالی ازش درست کردیم تا مردم ابعادش رو ببینن، زیبایی جعبه رو ببینن و از تماشای این شی هر جا که هستن لذت ببرن. یکی از بهترین سنت هاست این شکلات دادن و گرفتن. امیدوارم شما هم از هر جای دنیا که داشت بیننده برنامه ما هستید شیرین کام باشید. در فرصت کوتاهی که داریم یادآوری بکنم که همیشه برای اینکه آگاه بشید از تازه ترین خبرها میتونید برین سراغ سایت فارسی بی بی سی. مطالب تحلیلی بیشتر هم از همین طریق در دسترس هست. الان که دارم نگاه میکنم روی سایت فارسی بی بی سی مطلبی هست درباره اینکه چه کنیم تا در این روزها حالمون خوب باشه. این یکی از مطالبی هست که در دسترس www.bbcpersian.com آدرس ماست. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهیتون با ما.